اما توی خودروهای مثلا 206 که BSI و BSM داره و رله های دیگه استفاده شده، شکل رله ها و پایه های اونها کمی با هم دیگه فرق میکنه. به طور مثال ما یکی از رله ها رو برای شما اینجا نشون دادیم که به چه صورتی هست. به طور مثال پایه ها رو میبینید اینجا و اینجا، دو تا پایه اینجا، این طرف و پشت، اینجا و اینجا، یه پایه دیگه و یه پایه هم در قسمت جلو داره. به شما عنوان میکنه که پایه که شما میبینید این دو پایه الان شد چی؟ رله 5 پایه، درسته؟ من یه توضیح اینجا بهتون بدم. اگر یه کنتاکت هم در اینجا قرار گرفته باشه میشه پایه 1، 2، 3، 4 و پایه 5 که اینجا هست. در حالت عادی این تیغه رو بهش میگن نورمال کلاوز NC، یعنی در حالت نورمال بسته هست. زمانی که تیغه، این تیغه رو چی بهش میگیم؟ بهش میگیم نورمال اوپن NO، یعنی پایه در حالت نورمال یا معمولی باز هست. زمانی که تیغه عمل میکنه، زمانی که رله عمل میکنه، تیغه از حالت نورمال کلاوز جدا میشه، میاد به حالت نورمال اوپن وصل میشه و این قسمت رو برای شما میبنده. پس رلای 5 پایه رو هم متوجه شدیم که دو پایه معروف به بوبین سر جاش هست، یک پایه به عنوان مشترک، دو تا پایه دیگه، یکیش به پایه مشترک ما در حالت بسته و یکی در حالت باز قرار داره. همین شکل هم اینجا داره نشون میده، این پایه پایه مشترک شما هست، این دو تا پایه معرف بوبین که به این شکل هم نشون میده و پایه 4 و 5 هم در اینجا نشون میده که این میگه در حالت عادی نورمال کلاوز هست، این در حالت عادی نورمال اوپن هست. زمانی که بوبین عمل میکنه این تیغه وصل میشه به قسمت بالا، این پایه رو به این پایه ارتباط میده و ما از اون استفاده میکنیم. شماتیک نوع دیگه هم از رله رو برای شما اینجا کشیده. اما بعضی از رله دارای تعداد پایه‌های خیلی بیشتری هستند. مثلا شما الان اگر اینجا مشاهده کنید می‌بینید که فکر کنم 6 تا پایه رو حداقل دارید می‌بینید که اینجا قرار گرفته. در حالت شماتیکش اینجا برای شما نشون میده و میگه که پایه‌های 1 و 2 مربوط به سیم پیچ هستند، پایه 4 پایه‌ای هستن که می‌تونه ولتاژ داشته باشه و پایه 5 خروجی، یا پایه 5 بهش ورودی میدید، از پایه 4 میتونید خروجی دریافت کنید. من از همه عزیزان معذرت خواهی میکنم چون بعضی وقتا میبینید یک قطع و وصلی ما بین صحبت ها میشه و ممکنه صحبت اولیه به اون بعدی همخونی نداشته باشه. این است که مثلا تلفن زنگ میخوره و من مجبورم پاسخ بدم، اینی که ممکنه چیه صحبت میگن از دست طرف خارج میشه، حالا نمیدونم به چه صورتی هست. خب ادامه بدیم تو این قسمت. این مدل همون مدل 4 پایه هست، 1 2، این 4ش و این 5. این مدل، مدل 5 پایه 1 و 2 بوبین، 4 مشترک و 3 و 5 پایه‌ای که 3 با 4 به صورت نورمال کلاوز و 5 و 4 به صورت نورمال اوپن هستن. یه شماره هایی بر روی رله ها برای شما اینجا قید کرده و عنوان کرده که به چه صورتی هست. مثلا گفته که A3001، اگر که باشه منظور از 1 تا 12 ولت هست، اگر که 2 باشه منظور 2 تا 24 ولت هست. ببخشید، از عدد 1 یعنی 12 ولت، عدد 2 یعنی 24 ولت هست. بعد در قسمتی که اینجا قرار داده شده شماره 3، حالت فرم اون رله هاست که مثلا 3 به فرم A هست و اگر 1 باشه به فرم C وجود داره. حالا فرمای رله ها مربوط به هر کارخانه فرق میکنه. شما یه پارت نامبر دارید، این عدد رو سرچ میکنید، رله شو به دست میارید، مشخص میشه مال کدوم کارخونه است و به شما اون رو نشون میده. اما اگر خواستید حالا در نهایت یک رله رو تست کنید، بوبین رو اوهم میزنید، باید یه مقدار اوهم از لحاظ سیمپیچی به شما بده. پایه هایی که پایه های 3 و 4
تست میزنید که به حالت باز باشه. اگر که 5 پایه باشه، پایه مشترک به 2 پایه دیگه، یکیش باید بسته باشه، یکی دیگه باید باز باشه. در این حالت رله سالم است. در غیر این صورت رله سوخته و باید اون رو تعویض کنید. فرمی که حتی اینجا به شما حالا باز یادم اومد عرض کنم، فرم A و C در اینجا به شما قید کرده که این فرم، فرم A هست، یعنی C اگر نوشته باشه از این فرم 4 پایه، و اگر که حرف 1 رو نوشته باشه به فرم C هست که به این حالت 5 پایه وجود داره. خب تا اینجای قسمت ما اومدیم مقاومت، خازن، دیود، ترانزیستور، فیوز، رله و آی سی آر خدمت شما معرفی کردیم و شناختشون رو به شما ارائه دادیم که به چه صورتی هست. بذارید یک مرور کلی ما نسبت به خازن، نسبت به اون مقادیر الکترونیکی، قطعات الکترونیکی انجام بدیم، برگردیم و یک نتیجه گیری کلی انجام بدیم. گفتیم که SMD به معنی Surface Mounted Device، قطعات تخت شده روی صفحه هست. در ادامه صحبت این مطالب رو اگر شما بخونید، کسانی که حالا انگلیسی وارد هستن، اونا هم که بلد نیستن که مهم نیست، اطلاعاتی رو در مورد PCB به شما میده. PCB یعنی بورد مدارچاپی، همون بوردی که شما قطعات الکترونیکی روش قرار میگیره رو بهش میگن PCB. کلماتی که میشنویم مثل SMD, SMT, SMA و همچنین بقیه مخفف این کلمات هستن. دوستانی که بخوان میتونن داشته باشن. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.